خانم ها و آقایان سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. انشالله که خوش هستید و خرم، سلامت و تندرست. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار از جنوب کالیفرنیا، از لس آنجلس، از استودیو تلویزیون ملی پارس. امروز در خدمتتون هستم و روزهای دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت 2 بعد از ظهر و 9 شب به وقت کالیفرنیا و سه شنبه و پنج شنبه و شنبه ساعت 8 صبح بازم به وقت کالیفرنیا در حضور شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی هستم. خیلی خوب، حلال خواهی کردند. سالیان سال بود یک اصطلاحاتی بود که من دیگه اصلا نمیشنیدم. حلال خواهی یعنی یه عده‌ای که میخوان برن یا ما رو حلال کن، کار بد کردیم، کار خطایی کردیم، ما رو ببخش. امروز یعنی دیروز در واقع دیدم دو سه تا از وزرای دولت جمهوری اسلامی هم ملت ایران حلال خواهی کردن والا و گفتم ما رو ببخشید. یکشون آقای ظریف بود، یکشون آقای نمکی بود. من فکر نکنم اینا احتیاج به حلال خواهی داشته باشن. وقتی حلال خواهی اینا به نظر من در بارگاه الهی مورد قبول قرار میگیره که اون گنده گنده ای هم حلال خواهی بکنه. دلم برای اینا سوخت. ببین، آدم هایی هستن رفتن توی سیستم، توی این سیستم دارن کار میکنن، آلوده شدن، میدونن دارن اشتباه میکنن، میدونن دارن به اصطلاح به ملت ظلم و اشراف میکنن، راه پس و پیش ندارن، راه فرار. به اضافه اینکه جاه طلبی و قدرت نمیذاره که اینا با اینکه میدونن کار نادرستی دارن میکنن مانع از این کار نادرستشون بشه. تمام آدمایی که قدرت طلب و جاه طلب هستن اینجوری هستن، میتونن دارن خلاف میکنن. وقتی که مثلا فلان دیکتاتور دست رو آدم کشی میده، خب میتونه داره آدم ها رو میکشه. یا مثلا فکر کن حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی وقتی میگه کرونا رو نیاد اومده، واکسنش نیاد، خب این کرونا اومده و میگفت نیومده. حالا بعدش هم خواست واکسنش بیاد، گفت واکسنش نیاد. خب این میدونه، این میدونه که این نیاد و بیاد باعث مرگ هزاران که هیچ، ده ها هزار که هیچ، صد ها هزار نفر شده. حالا این آقای وزیر بهداشت بیاد حلال خواهی بکنه فایده نداره. این وزیر بهداشت در واقع نبوده، من که از دور دارم نگاه میکنم، ادم 6000 مایل اونورتر دارم نگاه میکنم، حالا کمتر و بیشتر، من میبینم تقصیر این وزیر نمکی نبوده. اسم آقا نمکی ها، نه که منظورم که نمکی یعنی نمک فروش، اصلا این صحبت ها نیستن. اسمشون نمکیه، آدم ها با نمکی هم نیستن، بلکه اسمشون نمکیه. ایشون بزرگترین اشتباهی که حلال خواهی میخوام بکنن مردم چاپلوسیه. باید به ملت ایران بگن ملت ایران ببخشید که من خیلی چاپلوس بودم، من میدونستم تصمیم آقا غلطه، ولی به دلیل چاپلوسی میگفتم بله خب ممکنه چنین چیزایی هم باشه. در حالی که اگه تو دکتری میدونی چنین چیزایی نیست، اگر تو دکتری میدونی که واکسن خاص برای ایرانی ها درست نمی کنن که به اصطلاح ایرانی ها رو بکشند، واکسن تقلبی برای ایرانی ها نمیفرستن، اگر میاد اونا عوامل جمهوری اسلامی هستن، میرن چیزای قلابی، داروی قلابی تاریخ گذشته از خارج میخرن میارن اونجا میفروشن، و دولت های بزرگ که میان واکسن رو اهدا میکنند، اینا واکسن قلابی به کسی نمیدن. ولی که وزیر بهداشت میاد تایید میکنه حرفای آقا رو. بنابراین به یه گونه اینا حلال خواهیشون باید یه شکل دیگه باشه. کشتار مردم حلال خواهیش دست رهبر بوده، اصلا شکی نداریم ما، یعنی اصلا دیگه کسی نمیتونه باور نکنه این مسئله رو. از اول انتخابات گفت آقا اینا اومدن الکی گفتن یه ویروسی اومده به اسم، حالا تو ماه بهمن، بعد از بهمن، بعد از انتخابات و بعد از تظاهرات گفتن آقا یه ویروسی اومده
مردم رو میکشه برای اینکه مردم در انتخابات شرکت نکنن. خب بابا هست دیگه، صحبتات هست آقای رهبر. و بعدش هم میگه آقا واکسن نزنید و بعدش هم دعا بخونید، توصیه میکنید دعا خوبه. خب این حلال خواهی آقای نمکی ربطی به این مسئله نداره، فقط باست میومدن میگفتن در مقابل ملت ایران که آی ملت ایران، من از اینکه مرد بسیار چاپلوسی بودم و ظاهرسازی میکردم و چاره ای نداشتم برای کسب مقام و شهرت و موقعیت خودم، مجبور بودم هرچی این آقای به اصطلاح همه کاره مملکت ما، اختیاردار مملکت ما گفته من باز تایید بکنم، از این نظر من حلال خواهی میکنم. اون آقای ظریف در مقام نمکی این ظریفتر عمل کرد. ظریف اومد حتی اگر اون وسط ها اومد آقا زور من نمیرسه، سیاست میدان غلبه میکنه بر میدان، غلبه میکنه بر سیاست، اومد حرفش زد، تونش هم پس داد. نه اینکه بگم منزه شده و پاک شده، نه، بلکه بالاخره حداقل در این حد اومد و آقا سیاست بسیار بیرون از وزارت امور خارجه تصمیمات میگیرن. مردم هم میدونن که وزیر بهداشت در واقع گناهی نداشت این کشتاری که در ادامه داره، ولی که وزیر بهداشت نیومد به زبون بیاره، حداقل میومد میگه آقا من زیاد موافق نیستم با این اندیشه که رهبر میفرما، اینه نگفت. ولی ظریف یه جایی یه چیزایی گفت. حلال خواهی به نظر من ظریف قابل قبولتر میتونه باشه اگه قرار خداوند کسی رو ببخشه، که فکر نکنم خدا هیچ کدوم اینا رو ببخشه، تا آقای نمکی. آقای نمکی همش سرش زیر بود، همش دستش به سینه بود، میبینه آقا داره خودش واکسن میزنه، دستش رو سینهش اینجوری واسطه، خب بچه نمیگه به مردم بزنن؟ چرا هنوز بعد از 19 ماه 7-8-10% 15% ملت ایران واکسن زدن، در حالی که آقا دو ماه پیش خودش واکسن زد؟ خواهی واکسن بده سب میکردی آخر از همه خودت میزدی، حتی یکی نجات پیدا میکرد، جون یکی رو نجات میدادی. هنوز شما در آقای رهبر میرید در روز خونی سرور شهیدان امام حسین تنهایی میشینه، ولی مردم باید تو تکیه های 100 تا 500 تا 1000 تا 300 تا نمیم چقدر کنار هم دیگه سینه بزنن. خب اگه بده به ملت بگو که بده این کارا، چرا برای خودت بده ولی برای ملت بد نیست؟ چرا خود عزاداری تکی میکنی جناب رهبر ولی که میذاری که مردم اینجوری به استقبال مرگ برن؟ چرا آخه؟ این آخه این یعنی چی؟ این انصافه؟ نمیدونم. ببینید یکی از چرا این حرفا رو میزنم؟ یه دفعه دیگه میگم چرا این حرفا رو میزنم؟ فقط الان برای مردم بسوزه، فقط و فقط الان که امروز که من پلی شما نشستم جلوی این دوربین نشستم، دقیقاً 53 ساله که من جلو دوربینم، یعنی نیم قرن به اضافه 3 سال، 53 سال. اولین بار در سال 1347 من دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی بودم جلو دوربین نشستم. 53 سال پیش مسابقه دو شخصی دور شمال برای اولین بار از تلویزیون مستقیم پخش کردیم، یعنی مستقیم که میگرفتیم شب نوارش پخش میکردن. پس جلو دوربین نشستن دیگه برای من مسئله ای نیست، یعنی در واقع چی میگن عشقش ندارم، یا بهتر عشقش دارم شاید شهوتش ندارم. از نظر مالی هم به هیچ وجه من از وجود، خب این در طول 53 سال مشخص شده که من چجور آدمی هستم، هرگز با شما وابستم. 53 سال من از کسی حقوق نگرفتم، 53 سال معذرتام غیر اون 10 سال تهران ایران، این 40 خورده سالی که در آمریکا بودم من از کسی حقوق نگرفتم، از کسی هم پول نگرفتم، هر کاری که کردم مردم بودن. اگر الان بعد 53 سال من هنوز هستم، فردا اگر آگهی های این برنامه من قطع بشه من دیگه نیستم، یعنی از حمایت مردم نباشه من دیگه نیستم. یادم آقا همین آقای
شجره مهندس شجره نازنین، روز اول گفت آقا شما چقدر حقوق میخوای؟ چجوری؟ گفتم نه مالی، وضع مالیمون چی؟ خودم من حقوق موقع نمیخوام، من از کسی حقوق نمیگیرم، مردم حقوق منو میدن، من به شما از اون حقوقی که میگیرم از مردم من به شما میدم. پس بنابراین تا اینجا قضیه اینه که مردم هستن، خیلی هم هستن، بی نهایت، هنوز بعد 53 سال میخوان که من باشم، نخوان نیستم. پس بنابراین مسئله مالی هم نیست، به اندازه کافی تأمین هستم و درآمد همین برنامه‌های تلویزیونی و مجله و اینا بنده که اون چیزی که منو نمیخوام شغل بگیرم، نمیخوام مقام بگیرم، درست این حرفا رو میزنم، درست امروز 53 ساله، درست چند روزی من در تلویزیون ملی ایران استخدام شدم، 53 ساله از اون روز میگذره، هنوز همون حرفه میزنم، در اون رژیمم از کمبودا صحبت میکردم، انتقاد میکردم، چوبشم خوردم، اینجا همچنان ادامه دادم و ادامه هم میدم. این حرفا من دشمنی با خامنه‌ای شخصا ندارم، نه خونه منو گرفتن، نه ملک منو گرفتن، نه زمین منو، هیچ کاری با من نکرد، حتی تلویزیون منو بیرون نکرده، من خودم اومدم بیرون، دشمنی شخصی ندارم. اون چیزی که میگم برای مردمه و خوشبختم مردم اینو گرفتن. یک من روزانه باور بفرمایید که طریق همین فیسبوک و اینا، حالا نمیگم هزاران، ولی به هر روزی 10-20 مسیج میگیرم، پیغام میگیرم، و این پیغاماست که میبینم که چقدر برای من جالبه و چقدر حرف من و یعنی تو دل مردم نشسته. یکی از دوستان، حالا نمیخوام اینجا اسمشو ببرم چون ممکنه برایش دردسر بشه، نمیدونم، به هر حال نمیبرم اسمشو. من معمولا یعنی همین آقای شهرتی که کارگردان امروز فنی برنامه من هست، هفته پیش یا دو هفته پیش اشتباهاً 6 ثانیه برنامه من توی فیسبوک و توی یوتیوب گذاشته بود، و من این 6 ثانیه که دیدم مردم هی دارن لاک میکنن و میگن که مثل همیشه برنامت عالی بود، من 6 ثانیه شما چی دیدید که این همه تعریف میکنید از برنامه من؟ و من یه مطلبی نوشتم که خواهش میکنم تا نبینید نخونید الکی از من تعریف نکنید، و تیترش هم زدم لاک های الکی، یعنی چیزایی که الکی میگید ما دوست داریم، اصلا نبوده چیزی. بعد یکی از دوستان از قدیمی ها یه مطلبی نوشته، نوشته در جواب من که آقا نخونده چرا هرچی من می‌نویسم میگید عالیه، چرا هرچی من می‌نویسم کامنت های یعنی نظرات مثبت میدید. دوستمون از ایران نوشته اخوی فقط اسمت وسط باشد بیلیون بیلیون لایک داره، خواندن و دیدن نمیخواد. خب من نوشتم براش که نه دوست عزیزم، اینطور که میفرمایید نیست که من هر چی بنویسم همه مردم میگن عالی، اینطور نیست. زمانی که در تلویزیون ملی ایران سردبیر خبر شبکه یک بودم، گویندگان خبر خیلی جست میگرفتند و مدعی بودند مردم آنها را خیلی دوست دارند و تافته جدا بافته هستند. روزی در اتاق خبر خطاب به همه گفتم آنقدر برای خودتون حساب باز نکنید، این شما نیستید، بلکه این جعبه جادویی به اسم تلویزیون است که باعث شهرت و شناسایی شما شده است. زشتر از میمون که نداریم، اما میبینیم چیتا میمون تارزان هم معروف است، پس اینقدر خودشیفته نباشید. حالا قضیه من است و ابراز لطف فراوان شما. همسرم کامنت شما یا مطلب شما رو خواند، با خنده گفت فلانی میمون تارزان یادت نره، چیزی که من همیشه خودم گفتم. خانم گفت این تعریفا گولت نزنه. و من اون دوستمون باز از ایران نوشته که سلام، خب البته تلویزیون نقش موثری در آشنایی با مجریان شبکه داشت، ولی خب الحق و ولنصاف روانشاد جعفریان و رضا قطبی هرچه آس در ایران بود جمع کرده بود تو رادیو تلویزیون ملی ایران، حتی مسئول بخش کپی جناب محمود غزالی، دبیر خبر جناب حسین صنایعی، جونم برات بگه فریدون سعادت رفیق شیشدانگ خودم و و و که وصف ایشان به قلم نمی گنجد. اگر نوشتم حضورت برایم بیلیون در بیلیون لایک دارد، از روی چاپلوسی و تملق نیست. وقتی برنامه اجرا می کنید
از نوک انگشتان پا تا فرق سر شور و هیجان موج میزنه و حرفا رو اگر درست متوجه نشم مهم نیست. اینکه کسی به اسم ستار دلدار برایم دلنگرانی دارد، دلش میخواهد زمین و زمان رو زیر و بر کند. احساس میکنم تنها نیستم، تنها در ایران نیستم و فردای روشن پیش روی من به اضافه هموطنانم و وطنم و تمام آحاد مردم است. در ضمن سرور خانم عزیز و گرامی مطمئن هستند در تشویق روحی بخشی به دوست من حتما نقش بسزایی دارد. و یک نکته بسیار مهم، من خودم یک پا تارزانم. البته در نوشتن به جمع همگیتون به چشم نزدیکترین عزیزانم می نگرم. خب این یکی از دوستانیست که در ایران هستن، حتما در تلویزیون ملی ایران کار میکردن، از دور میشتاختن. این کافیه برای من، این همون چیزی که من دنبالش هستم، دنبال این که به هموطنانم بگم کجا هستند، بگم آدمای معمولی مثل من که هیچ توقعی از هیچ چی ندارن، هیچی نمیخوان شغل بگیرن، نه دنبال مقامی هستن، نمیخوان کسی رو بکشن یا سرنگون کنن جاش خودش بشینه. اصلا چنین چیزی تو ذات من نیست. اون چیزی که منو باعث میکنه که به آقای نمکی بگم تو حلال خواهی نکن، تو به خاطر چاپلوسیات باید از مردم معذرت بخوایی. آقای ظریف نباید حلال خواهی از مردم بکنه، باید حلال خواهی در زمینه خاصی بکنه که چرا اصلا قبول کرد این شغل بگیره. چرا آدمی که اصلا مثلا احتمالاً در ذاتش نیست که با یه چنین آدمای شعبده بازی کار کنه، چرا رفت کار کرد؟ مشکل اینه که آقا همه کار میکنه، اگه خوب بود میگه من کردم، اگه بد بود میگه اینا کردن. و آقا یه اشتباه بزرگ میکنه، فکر میکنه که مردم نمیفهمن. آخه من موندم، اصلا موندم من که آقا این همه فاصله، با این همه فاصله دور میتونم که هرچی از این آقا داره میکنه و کسایی که با آقا درس میدن و اطرافیان یه باند خاصی دارن این کارا رو میکنن. چرا این اصرار داره آقای خامنه‌ای که بگه من نیستم، من گفتم این برجام بده؟ آقا من میتونه، این ظریف بدبخت، اون روحانی بیچاره، من میتونست یک کلمه به توافق بکنه بدون که شما بدونید؟ من میشه شنی چیزی؟ بابا ما بعد از 42 سال این سیستم شما رو میشناسیم. آقا مردم هم که ما پشت کوه نیومدیم. اگر ما پشت کوه اومدیم انقدر دیگه تو اون پشتای کوه به هر حال ویدیو و آدم تلویزیون و آنتن و ساتلایت و ماهواره است که ما پشت کوه هم یاد گرفتیم، فهمیدیم جریان چیه. به هر حال اجازه بدید که این به دلیل صحبت‌ها رو کنم. درست امروز 53 ساله که از شروع کار من در تلویزیون ملی ایران میگذره و دلم می‌خواست که بعد از 53 سال بگم که دنبال چی بودم. و خوشحالم که یکی از هموطنان مسیجاشو پیامشون برای شما خوندم که ببینید اون چیزی که من میخواستم بهش رسیدم. That's it. همینو من میخواستم، همین پیام ها رو ببینیم که دوستان و مهمانان برنامه امروز من چی میخواند. برمیگردیم. یکی از یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است.
و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. شنبه 28 آگوست، شبی پرهیجان، The Greek Theater Los Angeles، با دو ستاره محبوب آسمان موسیقی ایران، کامران و هومن. بغنم تونستم تو غمم پرپشه. شنبه 28 آگوست، The Greek Theater Los Angeles، من به دوباره احساسه جونم و بهتره. شبی که هرگز فراموش نخواهید کرد. با ترانه هایشان عاشق شده ایم. شبی از ده هشتم آگست، گریک تیتر لس آنجلس. بهترین هوش و حواس کن. ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 310-735-4020. برای زینت سفره‌های ایرانی خود دیگر نگران نباشید. ساده و خوشمزه، آماده و در دسترس، با کیفیتی باور نکردنی. انواع محصولات لبنی صدف برای سفره خانوادگی شما، برای مهمانی های بزرگ و کوچک شما، انواع ماست و موسیر، ماست و بادمجان، ماست و خیار و ماست و اسفناج. فقط یک بار امتحان کنید. محصولات صدف، نگین سفره های ایرانی. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن هوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا. کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها. خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری. نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گل ها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. خب با سلام
مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. آره، امید چیز خوبیه. وقتی که امید بره دیگه همه چی رفته. اینو یادتون بره نره. اگه همه چی یادتون میره، امید نذارید از یادتون بره. امید اصل قضیه است. میخواد جوون ببونید، امید داشته باشید که زندگیتون طولانیه. حالا هم نبود نبود، ولی امیدش خیلی مؤثره برای بقای جوونیتون، باور کنید. امید حرف اول آخره و اگر ما امید را دست بدیم همه چیز را دست دادیم. برمیگردیم. حالا من که فکر میکنم که حتما برمیگردیم یه روزی به مملکت، حتی با وجود بالاخره این سن و سالی که من دارم، باز فکر میکنم که نه، من نمیمیرم، برمیگردم ایران. کی نمیدونم، همیشه هم بهتون گفتم از اون سالهای اول که بعضی این تلویزیون های لس آنجلس گفتن چمدون رو نبندید نبندید، اصلا قیافشون صداشون الان تو گوش منه و من میخندیدم. حتی منم یه اوائلش امید داشتم که این قضیه زیاد دووم پیدا نکنه، چون خیلی هرج و مرج بود بعد از انقلاب تو مملکت. ولی بعد که دیدم یه سال شد دیگه، این امیدی که اینا به این زودی از میدون خارج میشن رو دیگه نداشتم، ولی امید رو داشتم که در نهایت یه روزی مملکت درست میشه و درست میشه و به خودم امید میدم که من میبینم. شما هم امید داشته باشید که میبینید، میبینید که مملکتمون درست میشه، برمیگرده، آزادی ها، شکل شمایل خندان مردم، شادی مردم، نمیدونم، فراوانی اجناس، قیمت های پایین و چیزهای خوبی که به هر حال الان مردم برایشون اینا رویاست. حالا واقعا فکر نکنم توی آمریکا بیشتر مردم که میرن بیرون، حالا اکثر حداقل ایرونی ها میبینم خیلی موفقن، خیلی موفقن. به این نمیرن ببینن که مثلا خربوزه کیلو چنده یا نمیدونم فلان چیز کیلو چنده، اینقدر موفقن که اینقدر درآمد داره که این مسائل برایشون اصلا مسئله نیست، حتما مسئله نیست. انشالله برای شما هم یه روز اینجوری خواهد شد. مملکتمون استحقاق اینه، داره این ثروت داره که مردمشون هر چقدر خرج کنن بازم داشته باشند. یکی از دوستان با من صحبت میکنه، من همیشه میگم آقا آدم باز اینقدر پول داشته باشه که هر چی خرج میکنه تموم نشه. زندگی طبیعی مردم عادی باز اینجوری باشه. انشالله میرسیم بهش، انشالله شما حتما بهش میرسید. اما ببینیم که در افغانستان چی میگذره. در مملکتون که خدمتون عرض کردم وزرا رفتن حلال خواهی خواستن، حلالیت خواستن. در افغانستان بمب منفجر شد، نمیدونم انتحاری، شخص انتحاری رفت وسط جمعیت، بالاتر از 100 تا غیر نظامی. یعنی غیر نظامی ها آدم های معمولی، بیشتر زن و بچه و کودک. مثلا یه مرد بوده با زنش و خواهرش و نمیدونم 3 تا 4 تا بچه کوچیک، دختر و بچه پسر تو فرودگاه بودن، یارو انتحاری رفته وسطش، همه اینا رو کشته. بیشتر بچه‌ها و زنان کشته شدن. اجازه بدید که ببینیم که دوستامون چه نظری دارن. جناب آقای بیت الله من دارم میبینم، آقای مقدم هم دارم میبینم. خدمت شما دوستان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ارادت دارم. آقای سوالمو بذارید از همین ایران شروع کنم. من نگاه میکنم میبینم که چطور این آقایون وقتی که میان سر کار احساس بیگناهی میکنن، ولی که وقتی که از کار میرن بیرون و دورانشون تموم میشه احساس گناه میکنن. این سیستم چگونه سیستمیه که به قول حالا حداقل میگم اینا پرهیزکارن، ولی فکر میکنن آدمای پرهیزکارین، میان تو سیستم وقتی که میرن گناهکار میرن. آقای عبدالله شما بفهمید این چگونه سیستمیه تو مملکت ما؟ همیشه حلالت خواهی حلال خواهی میکنن مردم، حلالیت میخوان. درود دارم خدمت شما جناب دلدار و همچنین بینندگانتون و واقعا نگرانم و تصدیق میگم به مردم ایران به خاطر مسائل کرونا و خانوادهایی که داغدارن. واقعا مشکل بسیار بسیار بزرگی است و هم بهش واقفید. از طرفی جناب مقدم عرض ادب دارم خدمت شما، خوشحالم که در خدمت هستم. دوستان ببینید، من نمیدونم، من لزومی نمیبینم که
آقایون بیان حلال طلبی بکنن. معنی نداره. چه حلال طلبی؟ اینها مسئول بودن. آقای نمکی مسئول بوده. عنوان رئیس بهداشت مملکت آمده گفته که واکسنی که خود ایران داره میسازه زودتر از آمریکا زده میشه و بسیارم بهتر از واکسن آمریکا. این جنایته. ایشون به نظر من باور کنید باید خودخوشی کنه، نه که حلال طلبی بده. یعنی چه حلال طلبی؟ آقای ظریف میاد میگه ما کشور ما از ما تصمیم گرفتیم اینجوری زندگی کنیم. نه، ما تصمیم نگرفتیم اینجوری زندگی کنیم. این شمایید که داره برای مردم تصمیم میگیری که اینگونه زندگی کنن. این درست نیست، این حق ملت نیست واقعا. کجا میبینید؟ شما الان مسئله افغانستان رو دارید میبینید. 70,000 تا 73,000 تا طالبانی آمدن مملکت رو در 12 روز گرفتن. هم تو هم قاطی هم. ماسک هم ندارن. چرا اونا کرونا نمیگیرن؟ چرا مردم ما یکی پس دیگری دارن جوان ها از بین میرن؟ برون آماری که جمهوری اسلامی میده 700 نفر یا 750 نفر من میگم اینو در 3-4 برابرش کنیم. جمهوری اسلامی هیچ وقت در آمارش دقیق نبوده. به هیچ وقت. من خبرهایی که دارم از بیزرا بین 1000 تا 1500 در روز به بیزرا جنازه میرسه. منطقه هایی که در واقع هستش و جدول هایی که گذاشتن برای ببرهای مختلف اگر در یک جدول 35 تا بوده تبدیل شدن به 45 تا. بن غریبی که به صورت کانال بس کنن همه که میتونن جا بگیرن. این فاجعه است واقعا. از اون من میکرد ببینید اینها مسئولن. آقای دلدار از اون سرش مسئوله، تو اون کسی که در اون رژیم داره کار میکنه، تو اون کسی که نیروی انتظامی هست و دست روی مردم بلند میکنه، همه اینا مسئولن. اینها مسئول خرابی، مسئول ویرانی، مسئول همه چیز، فقر، بدبختی، بی آبی، بی برقی، همه چیز در مملکت اینا هست. اینا دارن مملکت اداره میکنن، مردم که اداره نمیکنن که بیچاره. این مردم رو به فقر تو کجا نشونده؟ این اصالت ایرانی اینجوری زندگی نکرده. آیا ما در 1400 سال پیشیم؟ افغانستان که داره به اون سویده. ما هم دست کم از اون رو نداریم با این سیستمی که برای سر اون مملکت قرار گرفته. اختاپوسی به نام جمهوری اسلامی. یک هیولا. واقعا آدم عصبانی میشه. و فکر کنم حق داریم که هر ایرانی واقعا دل به دل ایرانی داشته باشه. واقعا جای شرمندگیه. اینها به جای حلال طلبی باید بگم مردم ما شرمنده شما هستیم. من خودم به خاطر شرمندگیم از بین میبرم که وجود نداشته باشم. ببخشید. خیلی ممنون جناب. جناب آقای مقدم. آقای مقدم این حلال خواهی چیه؟ یعنی واقعا اینا کارهای زشتی کردن، کارهای ظلمی کردن. معمولا وقتی آدم حلال خواهی میکنه کار بد کرده. آیا وزارت در جمهوری اسلامی داشتن وزارت و قدرت اینا گناهه؟ اینا این سمت ها این شغل ها مردم رو مسئولینش رو وادار میکنه که گناه بکنن و خودشون هم آخر میفهمن گناهکارن یا چیز دیگه معنی حلال خواهی؟ با سلام خدمت شما آقای بیت اللهی، مدیران برنامه و بینندگان عزیزتون. ببینید اینا در جمهوری اسلامی هر وقت هر کس چیزی میگه کاملا برعکسش رو منظورشه. مثلا وقتی اینا میگن ما حلال خواهی میکنیم یعنی این که ببخشید نتونستیم بدتر از این سرشون بگیم. دمت گرم. ما میخواستیم بیشتر از این بکنیم نتونستیم. آفرین. اینا این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم این فرهنگ غلط جامعه ماست که ریاکاری و دروغ و تزویر داریم. با طرف سلام علیک میکنیم، سلام میدیم، ولی منظورمون اینه که حالا بقول مثلا الهی بمیری، کاش میمردی، کاش نمیومدی اصلا. یا خداحافظی میکنیم در حالی که منظورمون خداحافظ نیست توی فرهنگ ما.
یعنی اینکه ای کاش بتونم که نابودت بکنم، کاش خدا بکشدت حتی از لازم مذهبی. از این لحاظ اصلا حرفای اینا رو نباید جدی گرفت. هیچ وقت در جمهوری اسلامی با حرفها نباید کسی رو قضاوت کرد. اعمال جمهوری اسلامی نشون داده که این افراد چه کسانی هست. الان مثلا رئیسی میاد که خودش 22 3 سالش بوده، رفته تو قوه قضاییه و اون همه جنایت کرده، بعد اومده میگه من میخوام شرع و عدالت رو در ایران برقرار کنم. تو خودت شرعی، نه شرع، تو پایه شرعی، تو پایه جنایتی، تو چطوری میخوای برقرار کنی؟ اینا همشون حرفاشون برعکسه و اصلا روی حرفای اینا نمیشه تکیه کرد، اصلا به حرفاشون نمیشه اطمینان کرد. اینا همه دروغ میگن. اینا در صددن که در واقع همونطوری که جلسات پیش هم عرض کردم میخوان که یک کشتار دست جمعی در ایران بکنن. چیزی که در ایران داره میگذره یک جنایت علنیه، یک نسل کشیه. چطور ممکنه که یک نفر بیاد دستور بده که شما حق ندارید واکسن وارد کنید؟ آقای خامنه ای، تو مسئول پزشکی کشور نیستی و هیچ تخصصی هم در این کار نداری. تو به قول خودت خودتو مسئول سیاسی و رهبر سیاسی میدونی، تو حق نداری تو کار پزشکی دخالت بکنی. و هیچ کسی این حرف رو نمیزنه بهش. اون کسی که وزیر بهداشته باید این حرف رو بزنه به خامنه ای که من به عنوان مسئول بهداشت اینجا نشستم و من باید تصمیم بگیرم راجع به این که واکسن بیاد یا نیاد، نه اینی که شما الان شما ببینید. من از کشور کانادا میگم، الان در کشور کانادا هر استانی یک مسئول بهداری داره، نه وزیر بهداری، اصلا یک مسئول بهداشت بعد از این کرونا براش گذاشتن که بهترین دکتر اون استانه. و در این حال ما یک دکتر کلم داریم، دکتر به اصطلاح فدراله که امور کرونا رو داره نظارت میکنه. هر روز اینها میان گزارش میدن و هر روز اینها برنامه میدن. این کار نخست وزیر کانادا نیست که بیاد برنامه بده که امروز برای کرونا ما چی کار کنیم، یا کار آقای بایدن نیست که بیاد برنامه بده که برای کرونا ما چی کار باید بکنیم. میتونه کمک بکنه، اگه درخواستی دارن از دولت کمک کنه، تصویر کنه، واکسن بیاره، ولی نمیتونه بگی که چه واکسنی رو بزنی چه واکسنی رو نزنی، یا ماسک بزنید یا نزنید. اینها کار کسیه که تخصص بهداشتی داره، تخصص در امور بهداشتی داره و اینها در کارهای دخالت میکنن که اصلا هیچ ربطی به اینها نداره و هیچ تخصصی هم درش نداره. معمولا آقا وقتی سخنرانی میکنه یه نوت دستشه، هیچ وقت این صحنه یادم نمیره، خیلی هم پخش کردیم، شما هم دیدید، محکم نوت میزنه زنه، میگه که کاغذی تو دستش میزنه زنه، من میگم از این به بعد کسی حق نداره واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد کنه. آخه بابا، تو حالا طبق قانون اساسی قشنگ گفتید آقای مقدم، قشنگ گفتید آقای بتولایی، طبق قانون اساسی، حالا همون قانون اساسی که خودتون به هر حال هرچی دوست داشتید که در قواره خودتون میگنجید نوشتید، میگید شما آقای رهبر مسئول سیاست‌های خارجی، امنیتی و نظامیه، یعنی میتونه اینا مستقیما دخالت کنه. کجای قانون اساسی اشتا خامنه‌ای میتونه به واکسن بیاد یا نیاد؟ نه آخه خیلی دیگه، خیلی رو راست حسینیش به من بگه آقای خامنه‌ای یا مسئول یا آخوندی که مسئوله بگه کجای قانون اساسی به آقای خامنه‌ای دیگه. قانون اساسی هم صحبت کنیم دیگه، صحبت براندازی نیست، صحبت همین قانونه. کجای قانون اساسی به آقای خامنه‌ای اجازه داد که بگه واکسن بیاد یا واکسن نیاد؟ اگه قانون اساسی این اجازه رو نداده، پس بنابراین آقای خامنه‌ای دست به جنایت زده. خیلی ساده است دیگه، اگر اجازه داده چشم، حقش بوده، اختیاردار ملت ایرانه، گفته نیاد. ولی اگه قانون اساسی خود ولایت فقیه اجازه رو بهش نداده، پس بنابراین آقای خامنه‌ای به نظر من رو تک تک آدمایی که دارن میمیرن حکم قتل صادر کرده بدون پس و پیش. آقای بیت‌اللهی نظرتون چیه؟ ببینید جناب دلدار، پزشکان بدون مرز مقدار زیادی واکسن فرستادن ایران، اونا پس فرستادن. حتی ژاپن حدود نمیدونم
چند قد اواشم زیاد بود، 1 میلیون یا همچی 2 میلیون دوست داره بود هست فرستاده. شهبانوی ایران 15 میلیون واکسن فرستادن، اینها رو معلوم نشد چیکار کردن. ببینید اینا بهداشت جهانی هم حتی دروغ میگن که دنیا بتونه به اینا کمک بکنه، نمیخوان. من به نظرم این یک دستیسته است، یک دستیسته جنایت ملیه، یک کاری هست که جمهوری اسلامی داره انجام میده و این درگیری ها رو برای خودشون ایجاد میکنن. هرچی مخور کمتر، خب مشکلاتش هم کمتر. اینجوری فکر میکنن اینا. اینا به امت فکر میکنن، به ملت کاری ندارن، ملت رو از خودشون نمیدونن. یک تیره هستن، یک فرقه هستن، دور هم دیگه جمع شدن، بچاپ بخور بخور، همین کارو میکنن با هم. بله، هیچ کدومشون مسئول نیستن. همه مملکت رو دست اینا است. همه مملکت رو دست اینا است. خیلی ممنون جناب آقای بیت‌اللهی. اضافه فهمید که چند تا پیام بریم به مسئله افغانستان برسیم که تا وقتی که داریم میخوام نظرتون در مورد آنچه که در طی 24 ساعته گذشته در افغانستان شاهدش بودیم جویا بشم. پیام ها رو میبینیم و برمیگردیم، با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه $229 در استیونز کریک سوبارو، سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه $169 در استیونز کریک نیسان، سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه $439 در استیونز کریک اینفینیتی، سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیشقسط ماهیانه $290 در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه $219 در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. یک مجموعه شامل 172 کاندو و 24 تاونهاوس در زمینی به مساحت 3.8 اکر در پرایم لوکیشن شهر لوسالتوس در شمال کالیفرنیا به مبلغ $60 میلیون به فروش میرسد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 408-761-8600 تماس بگیرید. هومان عطایی خانه و املاک شما را فقط با 3.5% کمیشن به فروش میرساند. شنبه 28
8 August, Shabby Por Haijan, The Greek Theater, Los Angeles. با دو ستاره محبوب آسمان موسیقی ایران کامران و هومن بغلم کن اشتر تو غمم پر پرشه شمه بجانی جشت آسمان موسیقی تیتر لس انجلس من به دوباره شبی که هرگز فراموش نخواهی کرد میبونستم با ترانه‌هایشان عاشق شده ای دستاتو بده دست من تا با تو هم قدم بشم شبی دست هشت من آگه تنها گویک تیتر لس انجلس بهترین گوش و حواظ کن در ticketmaster.com تلفن اطلاعات 310-735-4020 نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شبها به همراه موزیک زنده و دیجی تلفن 408-866-6400 برنج بسمتی مایار از این پس برنج ارگانیک مایار سر سفره غذای ایرانی برنج بسمتی بدون استفاده از مواد شیمیایی کاملا طبیعی برای حفظ سلامتی شما و عزیزانتان برای سفارش با نماینده فروش برنج مایار آقای تورج با تلفن 424-431-6556 تماس بگیرید برای زینت سفره‌های ایرانی خود دیگر نگران نباشید ساده و خوشمزه، آماده و در دسترس با کیفیتی باور نکردنی. انواع محصولات لبنی صدف برای سفره خانوادگی شما، برای مهمانی‌های بزرگ و کوچک شما. انواع ماست و موسیر، ماست و بادمجان، ماست و خیار و ماست و اسفناج. فقط یک بار امتحان کنید. محصولات صدف، نگین سفره‌های ایرانی. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی برنده جهانی طراحان گل زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن خب قبل از اینکه ادامه بدیم با دوستانمون باید خاطر نشان بکنم که یکی از چهرهای شناخته شده در شمال کالیفرنیا آقای توسی فرزند خودشون رو از دست دادن فرزند جوانی که تا یک بیماری طولانی بالاخره درگذشت مراسم به خاک سپاری هومر توسی فرزند آقای محمد توسی روز یک شنبه ساعت 11:30 تا 12:30 در لوس گاتوس میموریال پارک در سن هوزه در همه ایرونی ها میدونن اونجا کجا هست و در لوس گاتوس ان المدن رود واقع و به حال در این روز هومر رو به خاک میسپارن تحسیت میگم به خانواده توسی به ویژه مادر و پدر داغدارش اما ببینیم که نخست وزیر اسرائیل امروز با آقای جو بایدن ملاقات کرد و در اونجا آقای جو بایدن گفتش که ما سعی میکنیم اول ما مذاکرات مسئله ایران رو حل کنیم اگر نشد تمام گزینه ها راه های دیگر ما آماده هستیم که پیش بریم و به انجام برسونیم و اطمینان خاطر داد به نخست وزیر اسرائیل آقای نفتالی بنت که امکان نداره که بتونه اون خطراتی که بعضیا تصور میکنن در آینده به توسط جمهوری اسلامی به دست آوردن بمب اتمی ناشی میشه اتفاق بیفته اما در افغانستان هم تو که خدمتتون عرض کردم فاجعه ادامه داره آقای بایدن قبلا گفته بود که اگه یک سرباز آمریکایی کشته بشه در افغانستان
ما ارتش پاسخ کوبنده‌ای میده. من هنوز پاسخ کوبنده‌ای از طرف ارتش آمریکا ندیدم، بلکه صحبت بستر اینه که هر چی زودتر از افغانستان بیان بیرون، و تا امروز 110,000 نفر از افغانستان اومدن بیرون و آخرین مهلت روز یک شنبه است. دوستان در مورد افغانستان چه فکر میکنه آقای مقدم با این عملیات تروریستی که القاعده کرد و انتظار داشتیم بالاخره آقای بایدن قول داده بود یه کاری میکنه ولی هیچ کاری نکرد، چی میشه، چه اتفاقی میفته این چند روز بعد از خروج آمریکایی‌ها، چه اتفاقی در پیشه؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشم می‌خواستم از دوستان افغانی هم یه توضیح بدم هم عذرخواهی بکنم که دفعه پیش که من صحبت می‌کردم راجع به کسانی که جلوی موتورسیکلت علف می‌ریختن یا کبریت ندیده بودن، منظورم کل مردم افغانستان نبود، بسیار مردم فریخته‌ای هم اونجا هستن، ولی منظور من این بود که طالبان از این نیروهای ناآگاه استفاده می‌کنه، این نیروها هستن که خطرناکن وقتی به دست طالبان می‌افتن و با اونها همکاری. در رابطه با صحبتی که آقای بایدن کردن، آقای بایدن به نظر من منظورشون این بود که اگر طالبان کاری بر علیه آمریکایی بکنه سخت جواب خواهد داد، که طالبان این کارو نکرده و داعش کرد و هنوز هم محل اونها دقیقا براشون فکر نمی‌کنم مشخص باشه، چون طالبان و داعش به قدری در هم آمیخته هم در افغانستان قاطی هستن که خیلی سخت تفکیک کردن اینها، نه در رفتارشون، نه در لباس پوشیدنشون، نه در حرکات و عملیاتاشون، خیلی مشکل اینا رو از هم تفکیک بکنه. تنها وجه خاصی که داعش داره اینه که نیروهای عرب هم در اونها هستن، در حالی که در طالبان نیروی عربی وجود نداره. به نظر من این واقعی که در افغانستان اتفاق افتاد به زودی در ایران هم اتفاق خواهد افتاد، یعنی دست به گریبان شدن نیروهایی که تا به حال با هم بودن، تا به حال مثل دوتا برادر با هم همکاری میکردن. مسائل خیلی سخت خواهد شد، مشکلاتی پیش خواهد اومد برای اینها که اینها با هم دیگه دست به گریبان خواهند شد و به جون هم خواهند افتاد. مثلا حتی به نظر من اینهایی که الان اصولگرا هستن به زودی در داخل ایران مثل همین طالبان و داعش دو دسته یا چند دسته خواهند شد و به جون هم خواهند افتاد. افغانستان هم آیندهش الان درگیری شدیدی خواهد بود بین طالبان و داعش، به طوری که طالبان مجبور میشه برای کمک گرفتن بر علیه داعش به نیروهای دولتی افغانستان متوسل بشه و به خود آمریکا این دفعه طالبان متوسل بشه. طالبانی که تا حالا از آمریکا میخواست خارج بشه، از این به بعد برای مبارزه با داعش به آمریکا متوسل بشه. خیلی ممنون. دو دقیقه آقای بهتلایی وقتی بفهمید نظر شما چیه در مورد اتفاقاتی که در افغانستان افتاده یا خواهد افتاد. مثلا افغانستان یکی دوتا نیست، واقعا انزاران گرفتاری داره، ولی من سعی میکنم در عرض دو دقیقه من وضعیت افغانستان یک فاجعه میبینم، یک فاجعه ملی که در واقع ملت دولت از بین رفته بود و هیچ جایگاهی ملت نداشت و همین دلیل هم خیلی راحت تسلیم شدن و فرقه‌گرایی قومی و فرقه‌گرایی مذهبی درش تشدد داشت، در نتیجه یک کشور پارچه نبود که بتونه دفاع کنه. این از یک جهت. در مورد آمریکا من فکر کنم آمریکا اشتباه بزرگی کرد، طرح در واقع خروج هر ارتشی مبنی به این است که اول نیروهاشو در واقع بتونه خارج کنه بدون هیچ گونه دردسری و ابزار و ادواتی که داره یا منهدم کنه یا اونها رو خارج کنه. ولی شرایطی که به بود امروز مثلا میگن داعش این کارو کرده، من فکر می‌کنم میرفته داعش بیاد، چون از چک پوینتی که رد شده، چک پوینت طالبان رد شده بوده، اون شخصی که در واقع انتحاری انجام داده میتونستن جلوش اونجا بگیرن از اون چک پوینت، بس نگرفتن. اینو دقیقاً من نمیتونم بگم که 100% کار داعشه، چون هنوز چیزی وجود نداره. ضمن اینکه آقای بایدن هم سعی میکنه راه حلی برای مسئله پیدا کنه که بگه طالبان نبوده، داعش بوده که در واقع یک شکلی به مردم خودش جواب بده، ولی به نظر من حقیقت نداره، خود طالبانه، طالبان و داعش درو یک سکه کامل است. عالی بود، عالی بود، من ممنونم. دوتا دیدگاه کاملا متفاوت، واقعا لذت بردم. آقای مقدم و آقای بتولای قشنگ دوتا دیدگاه مختلف در مورد افغانستان و طالبان و داعش دادن. سپاسگزارم از دوستان عزیز
که اینقدر گسترده مسائل نگاه میکنن. سپاسگزارم از اتاق فرمان جناب آقای اسی حکیمزاده که مقدارم حالش خوب نیست، خوش نیست، ولی که سر کار هست به عنوان کارگردان فنی، و خوشحالم سپاسگزارم از امیر شهرتی کارگردان دیگه فنی برنامه گپ خودمانی که این روز دوتا کارگردان برنامه منو اداره میکنن، و سپاسگزارم، یک سپاس ویژه دارم و یک درود دارم، سپاس بیکران و درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران کنیم. شب روزتون خوش.